روزه های آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعه رژیم و نمایش موسوم به روز قدس از تشدید تحریم ها علیه رژیم، لیست گذاری حزب الشیطان و حمایت های بین المللی از مجاهدان اشرفی. هشدار مهره خامنه ای در خبرگان ارتجاع به آخوند روحانی در جنگ گرگ ها. امیدواریم کابینه معتدل به معنای واقعی باشد. افراطی ها نمی توانند هیچ سنخیتی با کابینه اعتدال داشته باشند. مطلب دیگری که بخوام محضرتون عرض کنم، طرح قرار دادن حزب الله در لیست تروریست ها از سوی اتحادیه اروپا است. به جد این عجیب و غریبه. میان دو بخشش میکنن، بخش نظامیشو میگن تروریست، بخش سیاسیشو تروریست نیست. چیزی که کپی از رفتار انگلیسی ها و چه بسا طراح همین قصه هم انگلیسی ها بوده باشند و متاسفانه اتحادیه اروپا رو به دنبال خود کشوندن، میان اینها رو تو لیست تروریست ها قرار میدن، حمایت میکنن از جریان جهنمی سازمان منافقین، جنایتکارانی که 17 هزار نفر رو تو این کشور ترور کردن. دروغ تا اینجا. اون چه مایه تأسف هست اینه که اتحادیه اروپا سعی میکرد که خودش رو مستقل نشون بده، بگه یه قطب قدرتیست در مقابل امریکا، ولی در این جریان نشان دادن در یک حرکتی بردوار نوکر امریکا شدن. ولی اینها بدانند که با این ماجرا آبروی خودشون رو بردند. نکته پنجم اینه که کنگره امریکا در پی دشمنی‌های گذشته تحریم، تشدید تحریم ها رو تصویب کردن به رأی مثلا بالا. حرف اینه که این جنایتکاران دنبال چه هستند؟ دقیقا دنبال این هستند اونقدر فشار بیارن تا امت قهرمانمون دست از آرمانهای بلندشون بردارن. اونها با ایران اسلامی طرفن، نه با ایران هسته‌ای. اینا که فهمیدن مقام معظم رهبری فرمود ما در پی بمب اتم نیستیم. شخصیت اول کشور به صراحت داره این حرفا رو میزنه. بهانه جویی است. میخواهند نظام اسلامی نباشه. قصه هسته‌ای تمام شد، قصه حقوق بشر رو مطرح میکنن. ببینید در ترکیه گفتن اگر میخواهید که عضو اتحادیه اروپا بشید باید دست از قوانین اسلام بردارید. هدفشون از تمام این تحریم ها و تشدید تحریم ها همین هست. ولی جواب ما هم جواب گذشته است. امیدواریم کابینه هم کابینه معتدل به معنای واقعی باشه. والله العلی العظیم، ما جز خیر، جز علاقمندی به موفقیت آقایون هیچی در دلمون نیست. ما نه عاشق چشم و ابروی کسی هستیم و نه عقد اخوت با کسی بستیم و اگر نصیحتی داریم دلسوزانه است. یک کابینه معتدل واقعی میتواند ایشان را موفق کند تا به این قسم عمل کنند. و افراطی ها که از مصادیق بارز افراطی‌های تندرو اونها هستند.